آیا در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم موجودات ماورایی وجود دارد؟ آیا اشخاصی بودند که با موجودات ماورایی روبرو شده باشند؟ درود بر شما دوستان و همراهان همیشگی. امیدوارم هر جا که هستید شاد، سلامت و پر از انرژی های مثبت باشید. در این ویدیو دو داستانی را برای شما بازگو می کنم که تا به امروز هیچ کس توضیحی برای آنها پیدا نکرده است. این داستان‌ها روبرو شدن انسان با موجودات ماورایی را به تصویر می‌کشند. داستان‌های این ویدیو برگرفته از کتاب عجیب اما واقعی است. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید و حتما تا آخر ویدیو من را همراهی کنید. داستان اول مربوط به سال 1950 می شود. این داستان که بسیار عجیب و رمزآلود است در کشور اتیوپی اتفاق افتاده است. کشور اتیوپی در جنگ جهانی دوم توسط ایتالیا اشغال شد و پس از این جنگ امپراتور هایل سلاسی موفق شد که کشور را تحت کنترل خود در بیاورد و قدرت را به دست بگیرد. به دلیل شرایط نابسامان امنیتی که در آن زمان وجود داشت، خانواده‌های افراد مهم حکومتی تحت محافظت دولت قرار داشتند. این محافظت به صورتی بود که حتی فرزندان افراد حکومتی بدون بادیگارد اجازه بیرون رفتن و بازی کردن را نداشتند. یک روز پسر وزیر با یکی از پسران ژنرال در یک محوطه کاملا محافظت شده‌ای در حال بازی بودند. آن مکان به صورتی تحت مراقبت بود که به هیچ عنوان کسی نمی توانست بدون اجازه محافظان وارد آنجا شود و یا اینکه از آنجا خارج شود. این دو پسر بچه مشغول بازی کردن بودند. پسر وزیر یک لحظه به پسر ژنرال پشت می کند و زمانی که رویش را بر می گرداند پسر ژنرال را نمی بیند. تعجب می کند زیرا آنها چند ثانیه پیش داشتند با هم حرف می زدند و با هم بازی می کردند. به دوروبر خود نگاه می کند ولی هیچ اثری از پسر ژنرال نبود. او را بارها صدا می زند ولی بیفایده بود. انگار که پسر ژنرال غیب شده بود. پسر وزیر نگهبانان را صدا می زند و از آنها می پرسد که آیا آنها پسر ژنرال را دیدند؟ نگهبانان تعجب می کنند و می گویند آخرین باری که او را دیدند همان زمانی بود که آن دو در حال بازی کردن بودند. موضوع برای آنها واقعا عجیب بود زیرا هیچ کس وارد آنجا نشده بود و کسی هم از آنجا بیرون نرفته بود. نگهبانان همه جا را می گردند، حتی درون ساختمان را می گردند، ولی تلاش آنها بیفایده بود. هیچ اثری از آن پسر بچه نبود. آنها ناچارن به وزیر و ژنرال خبر می دهند. ژنرال هم دستور می دهد تا کل آن منطقه را به دنبال پسرش بگردند، ولی باز هم بیفایده بود. خبر ناپدید شدن پسر ژنرال به همه جا رسید و تیم‌های تجسس شب و روز به دنبال آن پسر بچه می‌گشتند، ولی بی‌فایده بود. وزیر هم دستور داد تا تیم‌های در شهر و حتی در کشور تشکیل شوند و به دنبال آن پسر بچه بگردند. تمامی این تلاش‌ها بی‌فایده بود. روزها و هفته‌ها و حتی ماه‌ها گذشت. هیچ کس نتوانست آن پسر بچه را پیدا کند. موضوع ناپدید شدن آن پسر بچه تبدیل به یک معمای حل نشدنی شده بود و هیچ کس نمی دانست چه بلایی سر آن پسر بچه آمده است. 6 ماه بعد، زمانی که همه امیدشان را از دست داده بودند، به یک بار آن پسر بچه دقیقا همان جایی که ناپدید شده بود توسط یک نگهبان دیده شد. جالب اینجا بود که آن پسر بچه همان لباسهایی که در روز ناپدید شدن پوشیده بود را به تن داشت و کاملا مات و مبهوت بود. آن نگهبان به سرعت به خانواده ژنرال خبر داد. همگی از پیدا شدن آن پسر بچه خوشحال شدند، ولی سؤالی که ذهن همه را به خود مشغول کرده بود این بود که آن پسر بچه در این مدت 6 ماه کجا بوده و چه می کرده؟ زمانی که این سؤال را از او پرسیدند او خیلی تعجب کرد زیرا برای او فقط چند ساعت گذشته بود و نمی توانست باور کند که در واقع 6 ماه گذشته است. به گفته او در این چند ساعت حتی غذایی نخورده است. او می گفت
چگونه ممکن است که 6 ماه گذشته باشد؟ همه از گفته های او تعجب کردند و از زمانی که از او خواستند تا تعریف کند توی این مدت کجا بوده و چه می کرده، داستان بسیار عجیبی را از آن پسر بچه شنیدند، داستانی که همه را متعجب کرد. آن پسر بچه تعریف کرد: من در حال بازی با پسر وزیر بودم که یک دفعه 3 مرد در لباس سفید روبروی من ظاهر شدند و از من خواستند که همراه آنها بروم. من هم بی اختیار همراه آنها رفتم. آنها من را وارد یک اتاقی کردند. در آن اتاق پسر بچه های زیادی وجود داشتند. آن پسر بچه ها همه از کشورهای مختلف بودند و همه همسن و سال من بودند. آن مردها من را به یک شهر خیلی بزرگی بردند. آن شهر خیلی تمیز و زیبا بود. ماشین های زیادی در هوا پرواز می کردند. یکی از آن مردها من را به یکی از بلندترین ساختمان های آن شهر برد و بعد من را وارد یک اتاقی کرد و به من گفت من باید در این اتاق منتظر بمانم. آن اتاق بسیار زیبا بود. روی دیوارهایش دکمه های زیادی وجود داشت. چند تا از آن دکمه ها را زدم و هر بار که یک دکمه را می زدم اتاق رنگش عوض می شد و یا حتی تصویر روی دیوارهایش عوض می شد. من در حال بازی کردن با این دکمه ها بودم که یک بار آن مرد وارد اتاق شد و به من گفت که زمان بازگشت فرا رسیده است و بعد او من را دوباره به همان جایی که در حال بازی کردن با پسر وزیر بودم آورد و خود رفت. برای پسر ژنرال این اتفاقات در عرض فقط چند ساعت افتاده بود، در صورتی که در واقعیت 6 ماه گذشته بود. همه افرادی که این داستان را شنیدند تعجب کردند و هیچ کس حرفای آن پسر بچه را باور نکرد. خیلی ها فکر کردند که شیطان وارد جسم این پسر بچه شده است و به همین دلیل آن پسر بچه را پیش انسانهای معنوی برای بیرون کردن شیطان از جسمش بردند. البته آن پسر بچه هیچ وقت حقیقت داستان خود را رد نکرد، ولی چگونه ممکن بود که 6 ماه برای او فقط چند ساعت گذشته باشد؟ و اگر داستان او واقعی باشد، آن مردان سفید پوش که بودند؟ از کجا آمده بودند؟ و آن پسر بچه را به کجا بردند؟ اگر حتی داستان آن پسر بچه واقعی نباشد، آن پسر بچه در این 6 ماه کجا بوده و چه می کرده؟ داستان دوم مربوط به کشور آمریکا، منطقه مونیومنت وایلی ترایبل پارک است. این منطقه یکی از معروف‌ترین مناطقی است که اتفاقات ماوراءطبیعی زیادی در آن گزارش شده است. گزارشات ماوراءطبیعی در این منطقه به حدی زیاد بوده که دولت مجبور می‌شود یک تیم تحقیقاتی ماوراءطبیعی در این منطقه تشکیل دهد تا این تیم بتواند به گزارشات عجیب مردمی در این ناحیه رسیدگی کند و روی اتفاقات غیر قابل توضیح تحقیق کند. یکی از این اتفاقات عجیب مربوط به یک خانواده می شود که به عنوان توریست به این منطقه سفر کرده بودند. این خانواده اتفاق بسیار عجیبی را در این ناحیه تجربه کردند، اتفاقی که تا به امروز هیچ توضیحی برایش وجود ندارد. در منطقه مونیومنت والی راه خاکی وجود دارد که دور تا دور آن بیابان است و فقط از طریق این راه است که می شود به منطقه بعد رسید. در این بیابان راه‌های خاکی دیگری هم وجود دارد که اگر کسی بدون شناخت به آن منطقه از آنها بخواهد عبور کند، احتمال گم شدنش زیاد است. این خانواده توریست از روی کنجکاوی تصمیم می‌گیرند که از طریق راه‌های فرعی از این بیابان عبور کنند. بعد از عبور از چندین راه خاکی متوجه می‌شوند که راه را گم کرده‌اند. با این وجود به راه خود ادامه می‌دهند. در اوج گرما ماشین آنها خاموش می‌شود. آنها هر کاری می کنند نمی توانند ماشین را روشن کنند. آنها این منطقه را به هیچ عنوان نمی شناختند و برای این شرایط اصلا آماده نبودند. یک قوطی آب به همراه داشتند که آن هم در مسیر خورده بودند و هیچ چیز دیگری به همراه نداشتند. زمانی که آنها متوجه می شوند نمی توانند ماشین را روشن کنند و هیچ راه ارتباطی برای درخواست کمک ندارند و آب آشامیدنی آنها هم تموم شده است، تصمیم گرفتند که با پای پیاده شانس خود را برای نجات پیدا کردن امتحان کنند. آنها می دانستند که در این بیابان احتمال عبور ماشین بسیار کم است و به دلیل گرمای تحمل ناپذیری که وجود داشت
اگر آنها در ماشین منتظر می‌ماندند، احتمال از دست دادن جانشان خیلی زیاد بود. به همین دلیل پیاده به راه خود ادامه دادند. به دلیل گرما و تابش شدید خورشید و نداشتن آب، آنها سریعاً خسته شدند و دیگر نمی‌توانستند ادامه دهند. با این وجود، به سختی به راه خود ادامه دادند. و هرچی به دور تا دور خود نگاه می‌کردند، هیچ ماشین یا خانه‌ای دیده نمی‌شد. ساعت‌ها گذشت و هوا کم کم تاریک شد. افراد خانواده تشنه و گشنه بودند و توان جسمانی آنها مناسب نبود. با ناامیدی روی یک تکه سنگی برای استراحت نشستند. بعد از چند لحظه صدای پایی را شنیدند. با ترس به پشت سر خود نگاه کردند. در کمال تعجب پشت سر خود یک سرخپوستی را دیدند که لباس سرخپوستی بسیار قدیمی به تن داشت. آن سرخپوست با اشاره به آنها فهماند که دنبال او بروند. آنها هم از روی ناچاری او را دنبال کردند و به یک چشمه آب رسیدند. بسیار خوشحال شدند. تا جای ممکن از آن آب خوردند و در همان جا هم تا فردای آن روز استراحت کردند. آن سرخپوست بعد از اینکه آنها را به آن چشمه آب رساند، خود ناپدید شد. کارمند هتلی که آنها در آن اقامت داشتند، متوجه می شود که این خانواده شب به هتل بر نگشتند. از آنجایی که آن کارمند روز قبل با آنها صحبت کرده بود و می دانست که آنها می خواهند به این بیابان بروند، نگران شد. پیش خود فکر کرد شاید آنها در بیابان گم شدند و همین دلیل به تیم نجات آن منطقه خبر داد و تیم تجسس هم با هلیکوپتر به دنبال آنها گشتند. آن خانواده صبح که از خواب بیدار شدند به راه خود ادامه دادند. بعد از چند ساعت هلیکوپتر تیم امداد را در آسمان دیدند و برای او دست بلند کردند. تیم امداد هم آنها را دید و آنها را نجات داد. زمانی که این خانواده از آن سرخپوست و چشمه آب تعریف کردند، همه تعجب کردند، زیرا در آن ناحیه هیچ کس زندگی نمی کرد و هیچ چشمه آبی وجود نداشت. تیم امداد بعد از اینکه آن خانواده را نجات دادند، دقیقاً به همان مکانی که آن خانواده در آنجا خوابیده بودند رفتند، ولی هیچ اثری از چشمه آب نبود. و همین دلیل هیچ کس نمی داند آن سرخپوست که بوده و آن چشمه آب از کجا آمده بود. نظر شما چیست؟ به نظر شما آن خانواده چه چیزی را تجربه کرده بودند و آن سرخپوست که بوده؟ و یا در داستان اول آن پسر بچه چه چیزی را تجربه کرده بود و آن شش ماه را در کجا به سر برده بود و آن مردان سفید پوش که بودند؟